رسول هیمان دنیای هنر سینما را تر گفت. خبر مایوس کننده که جوانان ما به دلایل اقتصادی مجبور به ترک آرزوهای خود می شوند. همین طور رسول ایمان هم به دلایل با هنر سینما خداحافظی کرد. برای جزئیات این خبر با ما باشید. سلام دوستان نهایت گرامی. رسول هیمان یکی از هنرپیشه‌های موفق سینمای افغانستان که مدت 22 سال عمر عزیز خود را وقف هنر و سینما کرده است و بیشتر از 20 فیلم کوتاه و طویل نقش بازی کرده و در اکثر تلویزیون‌ها به حیث گوینده و کارگردان نیز ایفای وظیفه نموده است. نه تنها این، بلکه در فیلم هندی به نام کابل اکسپرس و فیلم ایرانی به نام خاک مرجان و همچنان در سریال های افغانی نقش داشته است. ولی متاسفانه سفر سینمایی رسول هیمان با فیلم برباد رفته آغاز شده و با فیلم اصلا خاتمه یافت. همو چی دلیل بوده میتوند؟ قرار معلومات بعد از داشته. برای ساختن فیلم اصلا رسول هیمان از بانک ها قرضه گرفته تا یک فیلم میاری و با کیفیتی حالی برای مردم و کشورش بسازد. خوشبختانه در این هدفش موفق هم شد. فیلم حسن یکی از بهترین فیلم های وطن در این عصر زمان هست. اما ایمان با وجود تلاش و زحمات زیادش در این فیلم باز هم موفق نشد پول مصرف شده خود را به دست بیاورد. بعدن این همه باعث شد تا ایمان در یکی از رستورانت ها کار کرده و پول جمع‌آوری نماید تا پول بانک ها را دوباره بپردازد. و این هم پیام تحریری خودش که در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. و این گونه سفر 22 ساله من بعد از ساخت فیلم حسن به پایان رسید و من مجبورن در یکی از رستورانت ها مصروف کار می شوم. من در قبال وطن و مردمم مسئولیت خود را ادا ساختم. از فیلم برباد رفته الی حسن خاطرات خوش از مردم شریف و مهربانم دارم. تشکر از محبت همیتان. تا جای این را می دانیم که در کشور ما از هنر و هنرمند هیچ گونه ستایشی نمی کنند و این همه باعث دلسردی هنرپیشه های سینما می شود و آنها هم ترک وطن می کنند. این موضوع هم وظیفه سران کشور می باشد تا به مشکلات آنها رسیدگی نمایند و در مشکلات با آنها همکار باشند. اگر چنین بود، امروز رسول هیمان یکی از هنرپیشه های موفق سینمای افغانستان مسلک خود را نسبت مشکلات اقتصادی مجبوراً ترک نمی کرد. حال فقط آرزو می کنیم و امیدواریم که دولت افغانستان و وزارت اطلاعات فرهنگ کشور نگذارد چنین اشخاص با استعداد کشور از مسلک اصلیشان کنار روند. دوستان نازنین، شما هم در این مورد نظری داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی شما را به خدای یکتا و یگانه می سپارم. با احترام، خوشبو تیوی.